به نام خدا به برنامه این هفته نخبگان با من عبدالقدیر مرزایی خوش آمدید. مهمان این هفته برنامه ما سینماگر معروف و مشهور کشور آقای صدیق برمک، گفتم میتونم یگانه فیلمساز و دایرکتر پروفشنل سینمای افغانستان هستم که من تشکر میکنم از اینکه فرصت مصاحبه را بر ما دادین. قربان شما مرزا عزیز، من تشکر میکنم از شما و امیدوار هستم که بتونم با صحبت‌های خود ما و نوع تبادل تجربه میانه هم دیگه بتونیم برنامه را برای بیننده ما پذیرنده تر بسازیم. اگرچه من باور بکنید وقتی واژه نخبگان میشنم به خودم بسیار کوچکتر از اینا فکر میکنم، برای از اینکه نخبگان میارای دیگه است، استانداردهای دیگه است، نوع ارزش هایی است در یک جامعه که ما هنوز متاسفانه به او در تلاش هستیم برسیم و ما به نظر من زیبایی هم در این تلاشی است که در او جادم برسه. تشکر. امی که در تلاش هستین، امی که سالیان متوانی زحمات را در عرصه رشد و گسترش هنر سینما در عرصه غنامندی فرهنگ در افغانستان انجام دادید، نزد ما و مردم افغانستان قابل قدر و تقدیر هستین و شایسته از این هستین که در برنامه نخبگان تلویزیون آریانا باشین. سپاس از شما. جناب برمک، چگونه شما به سینما رو آوردین؟ چگونه علاقمند شدین که تا یک فیلمساز و دایرکتر موفق ای هنر و مسابقه هنر هفتم شما رو بیارین؟ مرزایی زبی، داستان بسیار طولانی است ولی من کوشش میکنم که بسیار فشردهش بسازم و خدمتتان بگم. من راستش تازه از پنجشیر به کابل آمده بودیم، برای اینکه پدر خدا بیامرزه من افسر پلیس بود و در کابل کار میکرد. تازه در شهرارای کابل جا گرفته بودیم. یک روز بچه کاکایم که او وقت محصل قوای هوایی بود دست من را گرفت و به یک جایی برد، گفت که من تو را میبرم یک جایی که برای تو جالب است حتما، و من از سینما برد. من هنوز هم میفهمیدم سینما است. وقتی ششتیم در چوکی ها وقت تکت 8 افغانی بود، 8 افغانی بود. درست نمی رو برای پرده سرخ سینمای پارک که حالا پس آنها باز فهمیدیم سینمای پارک است. برای من گفت که میفهم یه حالی پرده باز بشه از وسط ازی یک دست بیرون میه و ما را به تفنگچه میزنه و من همی استرابی از این که کسی میه با تفنگچه ما را میزنه من را بسیار زیاد چیز ساخته بود، یعنی من خشک شده بودم تقریبا، میترسیدم. خب چراغ ها تاریک شد، پرده باز شد، برعکس یک عکس از سوار دیدم که با شمشیرش به تاخت به یک صحرا میدوه و من حیران مانده بودم که ای اسب، ای صحرا، ای آدم و ای تاخت اسب در یک جایی که ما ششتیم چطور میتونه امکان داره حرکت به وجود بیاد. من پشت سر خود دیدم که از یک جای یک نور میاد، از یک دریچگک یک نور میاد و این باعث شد که من روزها به این مشغول شدم که این نور از کجا می آمد، این چی هست. ذهن شما را در واقع مشغول ساخته بسیار زیاد، یعنی من کاملا معتاد ساخته بود به این فکر که من باید بایم. وقتی کاملا از آمدم کابل و از صنف دوم از کابل شروع کردم، من پدر خدا بیامرزه من بسیار اصرار میکردم که من هر هفته سینما ببره و او هم چون علاقه را در وجود من دریغ نمیکرد، من هر هفته سینمای آریانا میبرد و اونجا فیلم های امریکایی و اروپایی زیادتر نمایش داده میشد و من با فرصت تا وقتی که میرفتیم در چوکی ها بشینیم و فیلم تماشا کنیم من یک دوره میزدم و فکر میکردم که همین جایی که نور میاد کجاست، تا اینکه یک 2 سال دبر گرفت تا بالاخره برای خودم کشف کردم که اینجا یک پتزینگکایی بود. از اتاقه که تو بالا رفتم دیدم که یک کسی ششته قرقلی در سرش است، چرخهای ریلای کلان فیلم که شما مثلا اینجا میبینید اینه در ماشین پروژکتور سینما میمانه و تا ما مرا دید گفت چی میکنی باشه اینجا؟ من گفتم که میخوایم ببینیم همینجا چی هست. گفت اینجا ماشین خانه است، اینی فیلم هست. من گفتم اجازت ببینم؟ گفت نه برای دروازه را سر من قلف کرد. برای سبا بیرون برآمدم، من بعد از او فهمیدم که اینجا ماشین خانه است. باز آرام آرام دیگه پیدا کردم این شوق تا او حد مرا تسخیر کرده بود که میرفتم کارتنای کاغذی پودر برف ایرانی را میخریدم برای خودم سینما جور میکردم، های نمیتونه یک استرکچر درونی ساختار چیز پرده باز میشد و بالاخره تا پس آنها بالاخره کشف کردم که
چگونه با نور آفتاب با عبور از اگرس یک تصویر کلان بسازم و حتی تا این جای موفق شدم که تصویر حرکت میکرد در روی پرده پس آن فکر کردم که اونجا خواه آواز داره اینجا چرا آواز نداره شروع کردم به فکر کردن به آواز دادن با یک تبری کار داره که مخصوص موسیقی میماندم برای اینا تکت میفروختم برای بچه های همسایه بچه های کاکا و مرحله حتی رسید که گفتم خوب اینا باید گپ بزنن چرا دیالوگ ندارم من شروع کردم به نظر به توته های فیلمی که از هر جای جمع میکردم با هم اینا رو پیوست میکردم توته های از پی سینمای آریان آریو پیدا کو از پی سینمای بارسان که نو جور شده بود وقت خلاصه مطلب مرا به این واداش که من بنویسم اولین بار و احساس کردم که اوه به حساب سینما تنها یک کار تکنیکی فنی نیست چیز عقب ازی وجود داره چی هنر است باید داستان بنویسی باید دیالوگ بنویسی کسایی از اون رو بازی میکنن کسی از اون رو کارگردانی میکنه کسی از اون رو فیلمبرداری میکنه خب بالاخره من مرحله به مرحله وارد یک عرصه دیگه شدم که احساس کردم ماشین کار بودن سینما کفایت نمیکنه باید کارگردان باشی باید قصه گوی باشی و من باور کنین از صنف 3 مکتب 4 مکتب به فکر ازش بود من باید قصه گوی باشم بله ماشین کار سینما کی بود بالاخره این ماشین کاری که شما مزایی سایی بزرگ اون ماشین کار سینما بعدا وقتی من در افغان فیلم همکار شدم و بعدا به یک مدت هم مسئولیت ریاست افغان فیلم داشتم او امیدوارستم هر جایی باشه نانش گرم و عوش یخ استاد غفار ماشین کار بود که پس آنها آمد همکار ما در افغان فیلم شد من بارها بایش همراهش مزاق میکنم میگفتم که غفار اگر اون وقت میماندی که من زیادتر یاد میگفتم حالا مثل خودت ماشین کار میبودم بسیار خوب اولین باری که شما نوشتین چی نوشتین درباره کدام سوژه شما نوشتین آیا این نوشته شما در روی صحنه برآمد یا چطور راستش صنف 8-9 مکتب بودم که کم کم پایم به آریانا فیلم باز شد انجینیر صاحب لطیف به عنوان بزرگمرد سینمای ما پیشکسوت سینمای ما به عنوان استاد در بسیاری از موارد حق بزرگی به من داره از جمله در مورد نوشتن ما وقت روی یک سناریوی فیلم معروف گناه که آقای سلام سنگی در اون نقش مثال زیبا بازی کرده وقت قرار شد که در اصلاح سناریو اصلاح نه بلکه در روی دوباره نویسی سناریو و ما همراه اینجنس هم همکاری بکنم و بعضی از دیالوگ ها را کم اصلاح بکنیم و او وقت من راست راستش باعث شد که من نخستین بار لمس میکردم نوشتن سناریو را و اینجنس هم لطیف همیشه محبت داشت باز ما را یاد میداد که چگونه باید بنویسیم چگونه تشریح صحنه چگونه باید باشه چگونه اینا را از نظر زمانی و مکانی چطور جدا بسازیم چگونه یعنی اساسا یک داستان چگونه میتونه به سناریو تبدیل شوه و سناریو همون چیزی است که شما در روی پرده باید ببینید و برای نخستین بار باز یک سناریو نوشته کردم به نام بیلیارد و او را با کامرای 8 میلی متر فیلم ساختیم البته او تکمیل نشد ولی بعدا باز نخستین سناریویی که تانستم فیلم بسازم دوره مرحله انستیتوت سینماتوگرافی مسکو بود که من به عنوان نخستین فیلم آموزشی تعلیمی یک فیلم ساختم به نام دیوار و سناریوی زیر مکمل نوشتم و بروسی نوشتم و برای من جالب بود خوشم میآمد استفاده کردن بازی با کلمات روسی در یک سناریو راست راستش اون فیلم ساخته شد یک جایزه فیلم فستیوال دانشجویی را هم گرفت اون فیلم نخست کار ما و نخستین سناریوی تکمیل شده ما بود بسیار خوب خب پیش میریم بعد از این دیوار آیا دیوار بسته شد و یا شکست بالاخره به کجا انجامید منظوری که آیا به ادامه دیوار چیزهای دیگه هم حتما نوشتین او کدام فیلم ها و کدام نمایشنامه بود راستش مرحله تحصیل در انستیتوت سینماتوگرافی مسکو برای من یک فرصت بسیار خوبی بود برای از اینکه من بتانم فیلم بیشتر ببینم با لایه های مختلف دیگه سینما از نزدیک آشنا شوم ما در اون انستیتوتی که درس می‌خواندیم دیپارتمنت های مختلف داشت کارگردانی سناریو نویسی فیلم برداری من با یک سناریو نویس دوست خوبم که از ازبکستان بود از تاشکند آشنا شدم به نام یوسف رازقوف یوسف یک بار من یک سناریوش خواندم بسیار خوشم آمد به نام تون راو یا افراطی
قرار بود امور باید می ساختیم، ولی او مورد قبول رهبری انستیتیوت قرار نگرفت. بعدا یک چیز رو ما برش پیشنهاد کردم و اتفاقا خوشش آمد، با هم مشترکاً رو نوشته کردیم و او بعدا شد فیلم به نام دایره. داستان یک بچه از جوان که از بیرون از افغانستان آمده و وظیفه گرفته تا یک سینما رو منفجر بکنه، و ولی در جریان همی که باید این ماموریت انجام بده، تردیدها همیشه آزارش میده و دنبال ازی است که بعد از دوره کودکی هایش بیادش میاد و فکر میکنه باید خانه ای را که در او وقت در اوج زندگی میکرد پیدا بکنه، در این شهر خانه خودم پیدا بکنه. و این ماجرا باز باعث میشه که این تردید باعث میشه که او عملیاتی را که باید انجام بده موفقانه نیست، راهنمایش کشته میشه، خودش در حالی که فرار کرده از پلیس ها و نیروهای امنیتی در یک جای بالاخره خانه خدا را پیدا میکنه. او لحظه است که صورت خدا میشوره و میبینه که بالا پیش اون خانه خودش هست، اون خانه که، ولی همون لحظه متاسفانه باز کشته میشه خودش. این فیلم تانست یکی از بهترین فیلم های کوتاه محصلین در نه تنها در انستیتوت ما خود ما در سطح شوروی وقت شد، بلکه در جشنواره فیلم های دانشجویی در وارسا در پولند جایزه گرفت، در سوفیا جایزه گرفت در بلغاریه. و ما واقعا احساس کردم میتونم گپایی را بگویم در سینما. دقیقا، بسیار خوب، تشکر. برمک عزیز، با یک وقفی کوتاه میریم، زود برمیگردیم. قربانتم. دوباره خوش آمدید. جناب برمک، پیش از اینکه روی مسائل مسلکی و کاری شما، فیلم های بلند و زیبایی که ساختین که موفق به دریافت جوایز هم شده صحبت بکنیم، میم سر زندگی دوران کودکی. شما نگفتین که در کجا به دنیا آمدین، در کدام سال دقیقا، مکتب ابتدایی را کجا خواندین و تا کجا بالاخره ادامه یافتید؟ من مرزایی سه بزرگوار، من متولد و یک دره بسیار زیبایی هستم، یکی از دره های پنجشیر. درست در 16 سنبله 1341 تولد شدیم. مکتب صنف اول در پنجشیر خواندم، ولی باز صنف دوم در مکتب غازی ایوب خان در کارتی پروان آغاز کردیم. بعدا لیسی نادری را به اتمام رساندم. تازه میخواستم به دانشگاه کابل را بیافتم، البته او وقت امتحان کنکور هم دادیم و خلاف توقع خودم، با وجود که من بسیار شاگرد تنبلی در ریاضیات بودم، من موفق شدم در بخش ریاضی فاکولته ساینس. استاد کاکر خدا بیامرز استاد ما بود که من هیچ چیزی از ریاضی سر در نمی آوردم و من تعجب کرده بودم چرا من البته از فیزیک که در اونجا درس می دادن برای ما خوشم می آمد، مخصوص فیزیک نور که رابطه داشت بین سینما و تکنولوژی. و اکثرا وقت مزامین درس هایشان می شد، من به یوزی که به ریاضی گوش بگیرم و یا ببینم سناریو نوشته می کنم. در اون وقت در حد از این بودم که باید حتما برم به یک از فاکولته های دیگه مثل دانشکده ژورنالیسم اگر بتانم خودم یا ادبیات تغییر چیز بتانم، تغییر فاکولته. که خدا بیامرز توریالای شفق یکی از سینماگرای بسیار خوب ما که فیلم های خوب مثل مجسمه ها میخندد محصول دست از اوز، غلام عشق، بعدها فیلم جنایتکاران، یک روز برام از خانه زنگ زد گفت صدیق، او وقت راستی فراموش نکنم که تازه اتحادیه سینماگران، اتحادیه هنرمندان افغانستان پا به عرصه وجود گذاشته بود و یک بخشش انجمن سینماتوگرافی بود و ما جوانترین عضو او انجمن بودم. برام زنگ زد که گفت صدیق میخوای درس سینما بخونی؟ من گفتم یک چیز واضح است، کور از خدا چی میخوای؟ یک چشم بینا. گفت که خیلی آمادگی تا بگی یک بورس است در اتحاد شوروی و باید بری درس بخونی. البته برای من بسیار یک مقدار دشوار بود که در اون زمان مادر ما رها بکنم، خانواده را و این طرف هم آریانا فیلم و دوستای خوب ما، ولی بالاخره موفق شدم که در این تصمیم خود که باید حتما برم درس بخونم و
وقتی که اونجا رفتم البته سال اول زبان درس می‌خوندیم، درس زبان روسی، ولی همزمان باید آمادگی می‌گرفتیم برای یک کنکور بسیار کلان، برای اینکه شمولیت و رفتن و رایافتن به اینستیتوت سینماتوگرافی مسکو یک چیز عادی نبود. ما باید حتما یک سه مرحله کنکور رو باید می‌گذاشتیم. مثلا ما بار اول باید به شکل کتبی چیزهایی را باید برای اونا تسلیم میکردیم که اونا در صورتی که از نوشته‌های ما چیزی را پیدا میکردن ما را میپذیرفتن، بعدا شفاهی میدیدن و بعد از اون بعض از چیزها را ما باید مثل که عکس میگیریم، مثل که فیلم میگیریم و یا روی صحنه بازی میکنیم. خوشبختانه گفتم میتونم که در میان بسیاری از کسانی که داوطلب و متقاضی بودن برای شمولیت در اینستیتوت، هم از جمهوری‌های مختلف شوروی و هم از کشورهای مختلف جهانی که در اونجا آمده بودن برای شمولیت در اینستیتوت، من تانستم موفق شدم و درست سال 1983 بود که من وارد اینستیتوت سینماتوگرافی مسکو شدم و سال 1987 از اونجا فارغ شدم. البته در سینما من معتقد به این نیستم، من قسمی که استادای ما اکثرا میگفتن که ما فقط کوشش میکنیم بر شما از تجربه های خود بیاموزانیم. سینما چیزی نیست که آموخته شود. سینما چیزی است که در درون شما باید بجوشه و در درون شما باید حس به وجود بیاره و این باید در جوهر انسان ها باید باشه. ما فکر میکنم که کاملا درست میگفتن، برای اینکه سینما گاهی وقت خود آدم است، ضربان قلب انسان است، برداشت شما، نگاه شما از پیرامونتان است و اینکه چگونه او روایت روایت بکنین. حالا بعضی ها میان با زبان شعر روایت میکنن، بعضی ها میان داستان مینویسن، بعضی ها نقاشی میکنن، بعضی ها با موسیقی خودشان با نوتهای موسیقی یک حرف رو. شما با تصویر باید سخن بگوین، اینکه چگونه سخن بگین کاملا از درون دل شما بیه. بعضی موضوعات استپ‌های تکنیکی موضوع است که او رو باید حتما شما فرا بگیرین. البته این کار هر کسی میتونه حتی اون رو یاد بگیره، ولی مهم است که شما به عنوان انسان، به عنوان کارگردان، به عنوان کسی دارای یک نگاه و یا نوع جهانبینی خاص، اندیشه خاص، میتونین چیزی رو برای دنیا بگوین که همگی متعجب شوند. میتونین بیننده خودتان رو در درون خودش با دیدن یک فیلم منقلب بسازین. او وقت آسادا میتونه بگه که شما سینماگر هست. بله، نخستین فیلم بلند سینمایی را که شما به پرده سینما آوردین کدام فیلم بود؟ من سه فیلم کوتاه داشتم، البته فیلم دیوار، دایره و فیلم بیگانه که با بازی درخشان سلام سنگی، عادل عدیم، خدا بیامرز، زندیات ابراهیم تقیان، دوست ما ظاهر گرنده، اینا این فیلم تانست بسیار زیاد. فیلم 40 دقیقه بود و البته موفقیت این فیلم باعث شد که من بیشتر معتقد شدم که میتونم فیلم بلند کلان سینمایی بسازم، چون از فیلم های کوتاه شروع کردم. ولی متاسفانه حوادث بگونی آمد که مجالی برای ساخت فیلم کلان تا مدت های طولانی من نیافتم. یعنی من گفتم میتونم که حدود 17-18 سال من در فکر از این بودم که فیلم بسازم ولی نشد، یا گاهی وقت جنگ ها بود، تحولات سیاسی بود. نخو سیر میکنی، برای تو ماچ پخته کردیم. مستر جانز، سلام علیکم. سلام علیکم، خوش آمدید. نایس تو سی یو. صفا آوردیم. سلامت باشید. انسان مرد قوی سی، قوی. سلام علیکم. صفا آوردیم سیب. سلامت باشید. امی اسپده سایه ببر مراد. بچه شم سیب. دوسیه پرسال دیواره دارتا؟ من دوسیه ندارم سیب، من ابراه دادیم. مرا با ابراهیم ابراهیم غلط نیست، مرا میگن دیارش میبرم دیگه. من کدام گناهی ندارم اول درسه. گناه مولایت من گفتم نمیفهم. خیلی برین من صبح وقت میم. نکوز خودم نه. خیلی بکش موسیقی میم. بخیر. یا خدا. واسه این نداره، حکومتی نمیره. اول دار صبح صبح ملازان میام صبح تا بس کنم بیا بریم دیگه. بیا دیگه که جگرم بسیار خون کردی. چگرم ماندی بیگه پیش نمیفهمم. بعد من نداره که وقت خونم نزنم ات باز. اول دار صبح لیاز خدا. کم خدا خدا بگو گفتم ات پیش را بریم دیگه. خوردی، حضر خونه میفهمیدی. بسیار خوب، بیان یک مقدار روی
محتوای اسامه صحبت بکنیم که چگونه یک فیلم بود و به کجا کاندید شد و چگونه شما تانستین افتخار دریافت جایزه را به کشور ما نصیب شده؟ راست راستش مرزایی سیم بزرگوار، خب تراژدیه که عمیقا مردم ما با تار و پود دوره حس کردن. چند سالی که طالبان واقعا با چکمه های سیاهشان بر گرده ملت پای گذاشتن و حکومت تاریک خودشان را ادامه دادن، حوادث بسیاری را آفریده. قصه های و داستان های زیادی داره که هر کدامش میتونه یک فیلم بزرگ باشه، یک فیلم بسیار خودن. ولی یک داستان در اون زمانی که من تازه که مجبور شده بودم به خاطر بعضی از مشکلات اقتصادی به پاکستان برم با خانواده، تعداد جمعی از دوستای ما کسایی بودن که در تئاتر کار میکردن، جمله محمود سلیمی، خدا بیامرز علی سوهاب، اینا یک جای جمع میشدیم میگفتیم خب یک کاری بکنیم که همین سینما یاد ما نره از بس مشکلات زندگی هم گیره پیچانده. خب مرا وظیفه دادن که یک سناریو تو نوشته کن. من دنبال سوژه بودم که چی؟ بالاخره حتی رفتم تعداد زیادی از همین جایی که میتونستم با مهاجرینی که از کابل میآمدن، طفلک ها به خصوص، قصه هایشان رو جمع میکردم. ولی یک روز حسب تصادف یک روزنامه در پشاور چاپ میشد به نام سهار به زبان فارسی و پشتو. همین روزهای جمعه یک صفحه خاص فرهنگی داشت. یک نامه خواندم، نامه بسیار جالب بود، نامه یک مدیر مکتب از کابل که به طنز نوشته کرده بود که چگونه در یک مصیبت افتاده. داستان یک دختره که نوشته کرده بود که بسیار علاقمند بوده که مکتب بیاید، ولی از جایی که دخترها نمیتونستن مکتب بیاید، این خودش پسرانه لباس میپوشانه، بویای خود بویای مقبول خود قیچی میکنه و میای مکتب. ولی مورد چیز شوخی و مزاح همسینفیاش قرار میگیره. اونا بالاخره کشف میکنن که دختر نیست، بچه نیست، دختر است. و این گپ یک بار مثل یک بم منفجر میشه. دمی روزا باز گروه امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبا به مکتب میان و کشف میکنن که دختر از بچه نیست. این دختره کام بسیار زیاد میزنن، مدیر مکتب از یاد میزنن و میبرن با خود زندانی بسازن. این که باز نوشته کردن و این دخترک اصلا نمیشه دیگه، ما چیز خبر نمیشیم. ولی اینمی باور بکن، اینمی سوژه و همین داستان واقعی چنان مرا شوک داد که من یک دو روز کاملا بی خود شده بودم. یعنی مثلا حس میکردم که چیزی هست در وجود این داستان که میتونه آدم و بالاخره یک چیزی نوشته کردم، ولی به یک فیلم کوتاه دیگه نبود. آرام آرام ای با تجربه های خود ما، با بعضی از خاطره های خود ما، از و یا تجربه هایش بسیار قابل لمسه که در اون زمان خود ما از دوره طالبان داشتیم، یک جای شد و بعضی از قصه هایی که از دوستان میشیدیم تبدیل شد به یک سناریو کلان. یادم میاد که من بعد از سقوط طالبان آمدیم کابل و دوباره مسئولیت افغان فیلم به عهده من سپردن. همون روزایی بود که دوست بسیار خوب ما آقای محسن مخملباف از ایران آمده بود. قرار شد که یک پروژه بسیار کلان فیلمسازی را در کابل برای بندازن و ما با هم ملاقات کردیم در دفتر ما. از ما پرسان کرد که برمک چرا فیلم نمیسازی؟ ما برش گفتم محسن جان، گپ همیست که سابق دولت پول داشت، به عنوان یک اقتصاد متمرکز شما پروژه میدادید، پول بگرفتید، فیلم میساختید. ولی حالا بازار آزاد آمده و همی ترانزیشن و یا انتقال چیز گفتم اولین قربانی که گرفته سینماست، ما پول نداریم فیلم بسازیم. خنده کرد، گفت که خب سوژه چی است؟ ما داستان این فیلم که البته او وقت فیلم کمان رستم نام داشت، برش گفتم بسیار هیجانی شد آقای مخمل باف. مرا گفت که مرا دسته، گفت من $100,000 میتونم این فیلم بساز. بچه هم بودن آقای رکاب و اینا هم کلکی، همه ما شوک زده شده بودیم. برای یک اولین بار برای یک فیلم $100,000 از یک جای ما بیخی چی شدیم، یک قسم فکر میکنیم خواب میبینیم. آقای مخمل باف گفت که این فیلم بساز، خب فروش کرد تو پیسی قرض ما را پس میتی و اگر نشد باز روی یک دیگر ماش میکنیم، باید میگیم که دیگه فیلم بسازیم یا نسازیم. با همی
و با واقعیت عبر که چیز شد دیگه بخی ما هیجان زده چنار هیجان زده شدم که شروع کردیم بس با بازنویسی بعضی صحنه‌های دیگه یک سری تغییراتی که باید بیاد مثلا جمله این دخترک نباید دیگه مکتب بره باید دوباره کار بگشت ما که اومدیم اینجا کابل دیدیم که از مکتب کردن شکم سیر کردن بسیار مهم بوده دیگه درست ماه قوس 1381 بود که ما فیلم برداری فیلم شروع کردیم و این فیلم چون از یک روایتی از یک درد بود یک درد تاریخی دردی که تار و پود ما را می سوختان شرمی بود بر جبین تاریخ ما من واقعا گاهی وقت وقتی فیلم حتی جای نشان بهتون احساس شرم بکنم و از این فکر نمیکردم ما در یک چهارراه بسیار بزرگ تمدن بالاخره هنوز در یک نقطه هستیم که مثل یک سرکلیشن دائمی تکرار بشه جهالت، خشونت، لجاجت و همه اینا خلاصه شده بود در وجود آدم هایی که تراژدی مثل فیلم اسامه را آفریدن و سرنوشت یک دخترک، سرنوشت هزاران آدم مثل از اون سرنوشت هزاران کودک بالاخره واقعا من فکر میکنم این درد بسیار خوب تانست توسط فیلم انتقال پیدا میکنه در جشنواره های مختلف دنیا بسیار استقبال شد فیلم تانست جوایز بسیار متعددی را بگیره مثلا در کن بسیار مورد استقبال قرار گرفت بعد از او در جشنواره‌های متعدد در لندن در مونتریال کانادا و بالاخره حتی جایزه بزرگ که گاهی وقت معادل به اسکار را بشمارند گلدن گلوب گرفت و با وجود که من باور نمی‌کردم من خودم در ابو روزی که به حساب برگزاری اجلاس مجلس بسیار بزرگ توزیع جوایز در پیاریا به حساب در لس آنجلس گرفته بودن من حضور داشتم خب من به عنوان یک مهمان اونجا شده بودم فکر میکردم خب بالاخره در کتگوری بهترین فیلم زبان خارجی پنج فیلم دیگه هست که شاید از فیلم کرده بالاتر باشن و شاید هم شایسته تر از جمله یکی از اون فیلم ها را که یک دوست روسیم ساخته بود اندری زویگینسوف یک فیلم بسیار زیبا بود به نام بازگشت فکر میکردم قطعا باید بازگشت بگیری این فیلم جایزه را ولی وقتی که بروزنن نمو کسی که نقش جیمز باند در بسیاری از فیلم ها بازی کرده برآمد و اعلان کرد که صدیق برمک فیلم اسامه من مصروف خوردن بودم نارم نخورده بودم بسیار گشنه احساس کردم که چی میشنم یعنی کسای دیگه من را تشویق کردن که نام تو را گفت بخی باید بری روی استیج و من حتی با حالت ناباورانه و حالت چیز که من حتی آمادگی زیر نداشتم باید و باز بخصوص با یک انگلیسی بسیار شکسته و بسته عجیب و غریب من باید اونجور گپ بزنم ولی چیزی که برای من چیز بود جالب بود این بود که من از کنار میز تام کروز گذاشتم دستم فشار داد گفت که تبریک بگم پهلوی شگونه پیشه بسیار قوی ژاپنی که من اون رو بسیار دوست داشتم و در فیلم آخرین در فیلم لاست سامورای آخرین سامورای بازی کرده بود اون من گفت که آسیایی یک اسه چیز داد اسه آسیایی من رفتم روی استیج و باز وقتی جایزه را گرفتم احساس کردم مرزایی عزیز این رو باور بکنین فکر کردم بسیار سنگینه است جایزه گولدن گلوب ولی فکر کردم که آیا این سنگینی یا اون سنگینی درد ملت ما است باز یک جملاتی آمد اونجا از زبان من و برای چیز گفتم و فکر کردم که این واقعا یک نقطه عطف در سینمای ما است احساس میکردم که مردم ما ارزش از این را داره دقیقا بازم به یک وقفه میریم صحبت ها شیرین است و قسمت از دریافت جایزه را امروی بیننده خود یک جا ببینیم بسیار The Golden Globe goes to Osama, Afghanistan.
Forrest Sama is writer, producer, director. Siddiq Parmar. Amazing, wonderful moment for me and Mofire, for my people. بله جناب برمک، صحنه‌ای را که از دریافت جایزه اسامه تماشا کردیم واقعا جالب است و واقعا هر انسان وطن پرست از این کشور احساساتی می‌سازد. تبریک باشه باز هم بر شما، نه تنها جوایز افتخار شما نه بلکه افتخار تمام ملت است که زحمات از اون شما و تیم شما متقبل شدن. میایم سر کارکردهای تازه شما، نه آنچنان تازه بلکه ادامه کارتان در بعد از فیلم اسامه. کدام فیلم بود و بالاخره به کجا رسید؟ راستش بعد از فیلم اسامه با یکی دو سه قصه مختلف این طرف به فکرش بودم باید بسازم. من تا مثل همیشه یک شب با یک دوست بسیار خوبم داوود وهاب، بس برادر خوانده، یک جای داشت قصه میکرد از یک ماجرای دو تا سرباز آمریکایی که در قندهار گم شده بودن. شش ماه بعد باز اونا رو پیدا میکردن که اونا به خاطر اینکه در جنگ عراق نرن، وقت جنگ عراق بسیار داغ بود، خودشان رو گم انداخته بودن، به حساب مخفی کرده بودن. این به نظر من بسیار چیز آمد، یک مایه طنز مایه در درون خودش داشت. فکر کردم که خوب است که آدم یک فیلم کمدی بسازه، چون راستش بعد از اسامه هم احساس میکردم که غم بسیار زیادم در سینما، برای اینکه میدیدم در سینما در بسیار از کشورهای مختلف دنیا هم خصوصا در کابل میدیدم که مردم با دیدن فیلم بسیار گریه میکنن. احساس کردم که من حق ندارم دیگه مردم زیاد گریه بتون، باید یک کار دیگه هم بکنیم که یک مقدار خنده بکنم. ای فکر کردم مخفی شدن دو سرباز گپا یک چیز در درون خودش برای کمدی داره، مایه های کمدی. و او طرف هم یک چیز دیگه در ذهن ما میگشت، یک خانواده من تصادفا بعد از سال سقوط طالبان یک سفری به طالقان کردم، در مسیر را یک جایی دیدم که یک تانک است، در زیر تانک یک فامیل برای یک چند هفته زندگی میکردن که تازه از ایران برگشت کرده بودن، خانه نداشتن. احساس کردم اگه این تانک را بره و با این قصه یک جای شود چقدر میتونه جالب باشه. ولی پسان وقتی سناریو شکل گرفت، داستان یک خانواده است که در یک تانک روسی زندگی میکنن، در یک تانک کوهنوردی روسی، و دو تا آمریکایی که الیکوپترشان سقوط کرده و راه را گم کردن و اینا سر میخورن. و این تانک هم در اطرافش یک مزرعه کوکنار است. این آمریکایی هم به این کوکنار ضرورت دارن و این خانواده هم ضرورت داره. این آمریکایی ها به خاطر اینکه درد زخمایشان فراموش شد، و او هم به خاطر اینکه حداقل نان بخورن. از اون تقابل همین دو قصه با هم بسیار یک کمدی تلخ شده. البته آخرش هم بازم تراژدی است، ولی با یک مقدار خنده و اینا. این فیلم برام جنگ تریاک تکمیل شد، زحمت زیاد دوستای ما کشیدن، هنرپیشه‌های خوب بازی کردن، تیم ما باز مثل همیشه یک تیم مشترک از کشورهای مختلف دوستای بود، و فیلم اولین بار در جشنواره بین‌المللی روم نمایش داده شد و تانست دو جایزه بگیره، جایزه بهترین فیلم از نگاه منتقدین اروپا و جایزه مارک اوریل، جایزه اصلی جشنواره را. و بعد از اون تانست دو سه جشنواره دیگه، زیادتر جشنواره را، ولی بیش از پنج یا شش جایزه بین المللی را گرفت، از جمله جایزه بهترین کارگردانی را از جشنواره بین المللی کاسوو گرفت، بهترین فیلم در گرجستان بسیار در جشنواره باتومی شمرده شد، در ترکیه بسیار استقبال شد فیلم. و این فیلم به نظر من برای من یک تجربه جالب بود، برای اینکه من خواستم یک چیزی در حد گراتسک بگویم، یک چیزی در حد واقعیت گرایی و تخیل، به حساب مثل اینکه مثلا فیلم پایش
در زمین باشه دستش و هوا به پایش هم در زمین نرسه. بین زمین و آسمان یک چیز معلق. ولی بسیار استقبال شد، در بسیاری از کشورها بسیار استقبال شد. در افغانستان ما یک افتتاح داشتیم برای فیلم، ولی فیلم زیاد نتونستیم جای زیاد نمایش بدیم، برای اینکه متاسفانه سالن‌های سینما با آنچنان که لازم بود نتونستن نمایش بدن. سیستم صدای فیلم استریو دالبی بود، صداها گم میشد. به همین خاطر در افغانستان متاسفانه نتونستیم. ما امیدوار هستیم که باز بالاخره از طریق رسانه‌ها اگر شد بازی فیلم. بسیار خوب، با یک وقفی کوتاه میریم، زود زود برمیگردیم. دوباره خوش آمدید میگم و خدمت بیننده گران قدر تلویزیون. جناب برما، کار تازه‌ای که روی دست دارین، فعلا مصروف چی هستید؟ راست راستش یک مدت زیاد دنبال سوژه ها بودم. یکی دو سه کاری هست، یک کار با آقای آصف سلطانزاده، یک از یک محدود نویسنده های بسیار خوب ما که در اروپا زندگی میکنه و داستان های بسیار زیبایی داره، بخصوص یک رمان اخیرش به نام صفر خروج و بالاخره سینماگر شهر نقره بسیار شهرت جهانی پیدا کرده. ما یک سناریو مشترک داریم، یک سناریو مشترک هم با یک دوست جوان و سناریو نویس خوب ما حسیب نویرزاده دارم و یک سناریوی دیگه هم کار مشترک ما و یک دوست هندیم از بنام اسد حسین. این سه پروژه متاسفانه به دلایل یک مقدار عقب افتاده. یکی نبود پول و سرمایه مرزایی سه بزرگوار. من هم قسمی که پیشتر براتون گفتم، در گذشته دولت سرمایه گذار اصلی سینما بود، تولید کننده اصلی سینما بود. بعد از تحولات سیاسی بعد از سال 2002 سینما آمد وارد بازار آزاد شد و گویا دولت دیگه همه چیز ماند به اختیار بخش خصوصی و هیچ دخل و خرجی به حساب به مسائل سینما نداره. دیگه باعث شد که من مثلا حالا برای اینکه بتونه آدم واقعا یک کار جدی انجام بده، باید شما حتما دنبال تهیه کننده باید سراسر دنیا برین، پیدا کنین، با تماس بگیرین تا یک کسی بیاد و حاضر شوه روی یک سوژه و یا سناریوی شما سرمایه گذاری کنه برای فیلم و سینما، چون اونام توقع دارن که بازی فیلم در کشورهای دیگر نمایش داده شوه و پولش پس دوباره به جیبش بیاد. یکی هم گاهی وقت واقعا احساس میکنم که چیزی باید برای گفتن داشته باشه. آیا واقعا سینما میتونه حرف بسیار گنده و پخته بزنه؟ آیا میتونه تغییر بده جامعه را؟ آیا میتونه مفید و مفید واقع شوه؟ البته در این شک نیست که سینما بزرگترین و الهام بخشترین عرصه رسانه برای ملت‌های دنیاست و اگر نمی بود انقلابات بزرگ جهانی به همکاری و یا به مدد و به کمک سینما نمیشد. ولی اون طرف هم احساس میکنم که باید واقعا چیزی باید بگویم که بتونه در کلیت یک حرف نو در سینما داشته باشه. رسیدن به این چیز یک زمان میخواد، یک مقدار تجربه بیشتر میخواد، میخواد یک مقدار بینش بسیار عمیق‌تر میخواد که ما امیدوار هستم بسودی اونمو لحظه که بتونه قلب تکان بده، شما را منقلب بسازه، ما بهش دست بیافم و بالاخره کار خودش. فعلا سینمای افغانستان در چه وضعیت قرار داره؟ مرزایی سه بزرگوار، در یک کشور جهان سیومی که مثل افغانستان متاسفانه با همه شکست و ریخت ها، با همه مصیبت های اجتماعی تاریخی که ما به دوش خود کشیدیم و او را لمس میکنیم، حداقل با او اصطلاح یک کاکای خدا بیاموز میگم چند پاچاگردشی را دیدیم، من اون روز متاسفانه حساب کردم که در همین زندگی چیز تقریبا حدود 12 پاچاگردشی رو دیدیم، نه کمتر نه زیادتر، شاید ولی 12 پاچاگردشی. اگر قرار باشه او چیز واصفی و یک سه روز هم جنرال، یک جنرال و یک هم عاطف، یک دو سه روز هم عاطف رئیس شده، ولی اونها رو بگیریم یک 15 تا میشه. فکر میکنم که در همینطور یک مصیبت ها تقریبا سینمای افغانستان همیشه دستخوش تحولات سیاسی شده و از کاروان بسیار از کشورهای دیگه که شبیه ما هستند و فیلم ساختن عقب مانده. سینما همیشه به عنوان یک پدیده مدرن
در یک جامعه سنتی بسیار دشوار است که بتونه راه خودش پیدا بکنه، بتونه عجین شه با زندگی مردم. مثلا شما اگر میبینید که پدیده سینما در جامعه سنتی مثل هند تانست جای بفته، بیشتر پذیرنده بوده برای مردم، به دلیل از اینکه مردم اگر یک زمان در افسانه ها، در تصاویر، در پیکره ها، در نقاشی ها خدایانشان جستجو میکردن، حالا شده بود هنر جدید به نام سینما تانسته بود این موضوع را برشان به یک نحوه چیز بکنه. این روز شما اگر میبینین سوپر استار های در سینمای هند وجود داره که حتی ازش معبد جور کردن، مثلا از رجنیکانت در شما در چنای در جنوب هند وقتی میرین او هنوز زنده است ولی معبدش وجود داره، مردم پرستشش میکنن، به معنای این است که اینها قهرمانان خودشان را در داستان ها و در فیلم ها جستجو میکنن. او چیزی که در افغانستان برعکس، من به نظر من به جای از اینکه بتونه مثلا جا بیفته، اولین چیزی که در تقابل با هنر قرار گرفته در مجموع روحانیت است. روحانیتی که یک مقدار پیشرو فکر نمیکنه، یک مقدار عقب گرا است. و سیاستمداری که متاسفانه به جای از اینکه مثلا باید در کنار هنر و فرهنگ به تقویه ریشه های خود مردمی خودش کمک بکنه، میره دامن امو روحانیت عقبگرا را میگیره و به خاطر بقای خود. ما متاسفانه در طول تاریخ با این تجربه تلخ بسیار مواجه بودیم و این باعث شده که سینمای ما، هنر ما، بجز از استثنای موسیقی گفته نمیتونم که او هم متاسفانه همیشه پس لگدی های داشته، از هر حیث در جامعه جای خودش پیدا نکنه. به همین دلیل است که ما متاسفانه امروز حمایت دولتی رو نداریم، حمایت مردمی هم به دلایل مختلف ذهنیت ها زده شده که ایرم باید اعتراف کنیم که یک مقدار گناه خود سینمای در جنین مرده خود ما است، به خاطر از اینکه کسانی هستن میان فیلم هایی رو میسازن که نمیتونن تصویر خوب بسیار بجا و آبرومندانه از سینما بدن و این باعث شده که مردم تصور بسیار بد و منفی از سینما داشته باشند. و ما به نظر من تا سینمای ما نتانه در یک آشتی سیزل هنر، مذهب و سیاست و قدرت جای خودش پس دوباره پیدا نکنه، متاسفانه به جایی نمیرسه. و اگر شما حرکت هایی را میبینید، یک تعداد جوان های بسیار با استعداد پر از انرژی که این طرف کارهایی را میکنند مثل جرقه های، اینا کارهای ابتکارات شخصی خودشان است. و ما میتونم براتون بگم که اگر دولت در حمایت از سینما قدم نبرداره، متاسفانه باید جنازه هنر سینما در افغانستان باید خوانده شد. بله. خب جناب برمک، شما زندگی شخصی خود، من هم چیزی نپرسیدم، شما هم چیزی نگفتین، شما ازدواج کردین، ثمره ازدواج شما این شقای سفید با چیز نمیگم بخاطر که برخی اروپایی ها را که پرسان کنی که چند طفل داریم میگه که من هنوز مجرد هستم. ما عروسی کردیم، همسرم یکی از کسایی است که من بارها و بارها مدیونش هستم به خاطر صبر و حوصله‌اش، به خاطر که همسر و یا همیار و همسفر بودن با یک سینماگر یک مقدار دشواری های خودش داره. همسر ما پروین واقعا زن بردباری است. ما 4 طفل داریم، دخترم، 3 دختر و یک بچه، پس پسرم. البته بعضی هاشون به سینما علاقه دارن، بعضی هاشون. و یک دختره که دیگه دارم که مارینای گل بهاری است که در فیلم اسامه نقش بازی کرده بود. اینا مجموعاً خانواده ما هستند، خانواده‌ای که به سینما بسیار علاقه دارند و به هنر ما علاقه دارند. اگرچه پسرم هیچ رابطه‌ای به سینما نداره و هیچ علاقه‌ای نداره و کل فکرش کار روی یک عرصه دیگه است، ولی دخترک‌های به سینما بسیار علاقه مند هستند. کابل زندگی میکنیم، با امیدوار هستم، من به نیست یک پدر بسیار آرزو دارم که بتونم خواسته هایشان و آرزوهایشان را برآورده بسازم و به فکر ازیستم که اگر بتونم زمینه برای ازی که بتونن خوب درس بخوانن خوب آموزش ببینن مهیا بسازم، یکی از آرزوهایم است.
یکی از چیزهایی که من همیشه به اون فکر میکنم اون این بود که من یادم میاد یک خاطره بسیار جالب مرزایی سه بزرگوار بچه که من در یک مکتب در کارته پروان شامل کرده بودم روزا میرفتم میدیدم که بسیار پژمرده است هیچ علاقه به داره گفتم نامش بزرگ میر است گفتم بزرگ میر چرا علاقه به درس نداری بشین گفت پدر هیچ یک مکتبی پیدا نمیشه که من وقتی که در درس میشینم درس میخوانم یک کلکیدی داشته باشه که دوز یک درخت باشه یک درخت سبز که من با بو سبزی از او ببینم با برگای از او ببینم و من احساس کردم که راست میگم باور بکنید بسیار کوشش کردم که در اون مکتب یک درخت بشارم که چیز باز گفتم کیو راو میته باید هر روز خودم بجام برای اینکه و احساس کردم که چقدر مهم است که آدم در زندگی خودش گاهی وقت با آرمان‌های بسیار بسیار لطیف و باریک و نازکه که به حساب میتونن لحظه عاطفه را به وجود بیاره حس بکنن مثلا همین خواست از این دیدن یک درخت سبز هر روز او را میتونست انگیزه بده چه خوب است اگر ما بر مردم ما واقعا نقاط مثبت انگیزه دهنده پیدا بکنیم و از این بی‌انگیزگی و روزمرگی بتونیم بالاخره ملت بیچاره را بیرون بکشیم من به نظر من سینما میتونه امید واقع شوه میتونه ایده بده ولی نمیتونه تغییر بده و امیدوار هستم که اگر بتونن واقعا بازی هنر در جمع با سیاست و مذهب یک جای کار بکنن مطمئن هستم که دنیا را متحول میکنن در اوقات فراغت بسیار کوتاه اگر بفرمایید مصروف چی کارهایی میباشین؟ اوقات فراغت خب بدون شک من همیشه فکر میکنم که اوقات فراغت بر سینماگر وجود نداره شما همیشه در ذهنتان به یک سوژه فکر میکنید به یک داستان فکر میکنید یا یک لبخند یک کودک ممکن است و یا عشق یک آدم و یا مثلا چین چروک صورت یک کسی و یا حداقل شادی یک کسی شما را متوجه یک داستان میسازد شما با یک فیلم حتما فکر میکنید ولی لحظاتی هست که من حتما باید فیلم میبینم کوشش میکنم فیلم زیاد ببینم رمان داستان میخوانم با دوستای ما میشه کار میکنم کمک میکنم به جوانایی که اکثرا سناریوهایشون رو روان میکنن و یا در نشستای مشورهای لازم اگر تا همون حد که توان دارم برشان میگم البته بسیار آرزو دارم که باید درس بتم و یکی دو سال هم کوشش کردم با دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل همکاری داشتم که امیدوارم باز فرصت ازیر پیدا کنم که درس بتم برای اینکه درس دادن نوع آموزش برای خود آدم هم است و عکاسی میکنم گاهی وقت سفر یگان وقت برای من بهترین لحظات برای فکر کردن و الهام است موسیقی هم میشنوین زیاد من از هنرمندای موسیقی افغانستان بیشتر به عنوان یک دایرکتر و آوازکی میخوایم یک موضوع رو بگویم مرزایی سای بزرگوار که موسیقی با شما رابطه مستقیم موسیقی با هنر سینما بسیار جد محکم و نزدیک است میخوایم بگویم که متاسفانه در افغانستان موسیقی ما بیشتر وابسته به ادبیات شعر و ادبیات ما و شما بوده و بیشتر ولی در اروپا مثلا موسیقی بیشتر با تصویر رابطه داشته به همین خاطر است که در افغانستان موسیقی که آهنگایی که حتی خوانده میشن بیشتر تاکیدش بر محتوا و شعر است تا بر نام ملودی و آهنگی که در اوج سروده میشه به همین خاطر بر سینمای ما موسیقی کم داشتیم اندک آهنگسازهای ما بوده که مثلا تانستن مثلا بعض وقتها موسیقی برای فیلم بسازن ولی ما در گذشته مثلا کارهایی از مرحوم زاهر وحیدا داشتیم در عرصه کار فیلم کار کردن مثلا یکی دو کاری هم آقای رامشگر در اواخر انجام داد که جالب بود برای ما مثلا برای فیلم برام سیبی از بهشت موسیقی ساخت و بسیار زیبا بود و اتفاقا جایزه بهترین موسیقی فیلم هم در یکی از جشنواره‌های داخل افغانستان گرفت میم سر خود چیز بخش موسیقی خود ما و واقعا آوازخوان‌های بسیار خوبی را دوست دارم و همیشه آهنگایشان رو میشنوم هیچ کسی از زنده‌یاد و مرد بزرگ موسیقی ما احمد ظاهر نمیتونه چشم بپوشه و
و به نظر من قدرت صدای از او چنان گیرا است که حتی من بسیاری از خارجی ها و کسایی که زبان فارسی هم بلد نیستن میگفتن شنیدیم که کستایش حمل میکنن سیدی هایش و یا آهنگایش از طریق یوتیوب. ما زاهر احمد زاهر در پهلویش زاهر ویدا واقعا خدا بیامرز صدای پرقدرتی داشت که من اولین بار وقتی که در فیلم روزهای دشوار میشنیدم که میخورید صدایش، یعنی غرش صدایش مرا تکان میداد. من مطمئن هستم تمام شنوندایشه. در نسل امروزی ما صداهای بسیار خوبی داریم، آدمهای استثنایی داریم که کارهای زیبایی انجام میدن، ولی مهم است که چقدر بر ماندگار بودنشان باید اونا بندیشن، که چگونه میتونن واقعا در دلها تداوم پیدا بکنن. برای من هنوز متاسفانه اوطور بغیر از چند تا شخصیت بسیار برجسته موسیقی ما، کسای دیگه هنوز او ماندگاری رو ندارن. دقیقا. جهان سپاس آقای صدیق برمک، فیلم نام نویس مشهور و مسلکی کشور ما که سالیان متمادی خدمات بسیار بزرگ و عظیمی را برای سینمای کشور و اغنامندی فرهنگ کشور انجام دادید. جهان سپاس. از شما هم سپاس. خوربان شما. خیلی باشید.